الله تعالی با تشریح کام بر شما می خواهد که در راه آسان قرار داد و دشواری را برایتان نمی خواهد. الله تعالی سختی و دشواری از بندگانش در اکثر احکام شریعت از میان برداشت و این به سبب حالتا و عذری که برایشان پیش می آید از جمله آن روزه گرفتن است مثلا کسی که در روز روزه باشد و چیزی بخورد و فراموش کرده باشد که روزه بود گناهی برایش حساب نمی شود به دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه که میفرماید: هر کس روزه بود و چیزی بخورد و یادش رفته باشد که روزه است پس روزه اش را کامل چرا که الله او را اطعم و سیراب کرده و اگر کسی نتواند روزه بگیرد بدین که اینکه بیماری سبب العلاجی که احتمال شفایش پایین است و یا پیر و سالمند باشد میتواند افتار افطار کند به که به ازای هر روز یک مسکین را اطعام دهد و حتی بر زنی که حائز یا نفاس باشد واجب است که افطار کند و اگر هم زن حامل یا زنی که شیر به نوزادش میدهد و میترسد آسیبی به خودشان یا نوزادشان برسد جایز است که افتار کنند به خاطر رفت به نوزادشان و حالشان و همچنین مسافری که مسافتی را طی کند که در آن نماز قصر می شود می تواند در سفرش افتار کند و همه اینها واجب است که بعد از رمزان روزه غذا بگیرند الله تعالی می فرماید هر کس از شما بیمار و یا در سفر باشد باید به تعداد روزهای افتار کرده روزه غذا بگیرد و هر کس برایش بیماری پیش بیاید سه حالت دارد اگر روزه گرفتن برایش سختی و ضرر نداشت باشد واجب است روزه بگیرد و اگر روزه گرفتن برایش سخت باشد اما ضرری ندارد روزه گرفتن برایش مکروه است و می تواند از رخصتی که الله به او داده استفاده کند و اگر روزه گرفتن برای ضرر داشته باشد پس روزه گرفتن بر او حرام است الله تعالی می خودتان را نکشید زیرا الله نسبت به شما مهربان است